دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی با برتری ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید. در این بازی که عصر امروز به میزبانی تیم ملی کشورمان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، ملی‌پوشان کشورمان با تک گل سردار آزمون سومین بار پیاپی برابر رقیب سنتی خود در شرق آسیا صاحب برتری شدند. کوالنکو داور ازبکستانی آغاز شد. تیم ایران در ابتدا با حرکات سرعتی اشکان دژاگه و رضا قوچان‌نژاد چند فرصت نصف و نیمه به دست آورد، اما پس از اون کره جنوبی با استفاده از پاس‌های متعدد نبض میدون رو در اختیار گرفت و در چند موقعیت خطرناک ظاهر شد. بازی روان کره‌ای که تفاوت زیادی با سال گذشته و مسابقات مقدماتی جام جهانی داشتند، در اکثر دقایق نیمه اول تیم ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داد، اما در ادامه ملی‌پوشای کشورمون تونستن با چند حمله تیم کره رو تحت فشار قرار بدن. البته شاگردان اشتریکم پاپس نکشیدن و دقیقه 40 شوت سرکش سونگ میون مین با عکس‌العمل زیبای علیرضا حقیقی همراه شد و در نهایت نیمه اول بدون رد و بدل شدن گلی به پایان رسید. در نیمه دوم تو بیشتر در میونه میدان در گردش بود. حرکات خاصی از هر دو تیم دیده نشد تا اینکه سرانجام دقیقه 81 کاشته جواد نکونام بعد از برگشت با ضربه سر سردار آزمون به گل پیروزی بخش ایران تبدیل شد. گلی که اصلا به مزاق کره ها خوش نیومد. اونها سومین باخت پی در پی رو مقابل ایران تجربه میکردن و از این بابت به شدت ناراحت بودن. این مسابقه محک خوبی برای مربیای دو تیم بود تا با شناخت بیشتری نسبت به شاگرداشون در جام ملت‌های آسیا حضور پیدا کنند.